هر هستید روز و شبتون به خیر باشه امروز هجده فروردین ماه از سودی خبری شنوان تیوی با شما خواهیم بود ابتدا سرخط خبرها دها ده کشته و زخمی در پی حمله هوایی روسیه به شهرهای اوکراین فرماندار شهر زابروژیا اعلام کرد است کم سه موشک به این شهر در ساعتهای گذشته شلیک شده است سکوت پرهزینه دولت در برابر بازار ارز و طلای دولت هم به دنبال فروش ارز حاصل از فروش نفت با قیمت بالاتر است. سید محاصره‌ای سیادان جنوب را در طور مشکلات انداخته است. انجمن پزشکان عمومی تایی بیانیه نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه های پزشکان عمومی در سال 1403 اعلام کرد ویزیت پزشکان عمومی 280 هزار تومان شد و در ادامه این بخش خبری پویا اسبقی سرمربی ایرانی سوئدی تیم فوتبال الشمال از سوی لیگ ستارگان قطر به عنوان بهترین مربی ماههای فوریه و مارس 2024 معرفی شد ایوان فدرو فرماندار شهر زابروژیا در تشریح حملات روسیه به این شهر با اشاره به اینکه نخست و موشک به مناطق مسکونی اصابت کردند خبر داد در حالی که نیروهای امداد و پلیس در محل حاضر شده بودند و موشک سوم نیز پس از گذشت چهل دقیقه در همان نزدیکی منفجر شد به گفته فدروف دست کم چهار غیر نظامی کشته و بیش از 20 نفر نیز مجروح شده و دو خبرنگار در میان مجروحان هستند سفیر آمریکا در اوکراین این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را عملی تنفر آمیز خواند به گفته منابع نظامی اوکراین ظاهرا روسیه به عمد خواهان کشتن و آسیب زدن به خبرنگاران و نیروهای امدادی بوده است در حمله گسترده پهبادی به خارکیف دومی دو شهر بزرگ اوکراین نیز دست کم شش نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. فرماندار این منطقه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که یک فرستنده تلویزیونی و یک فروشگاه در این حمله پهبادی آسیب دیدند. بعد از گذشت پنج روز از حمله هوایی اسرائیل و احتمال پاسخ جمهوری اسلامی به این حملات ایالات متحده در مورد هدف قرار دادن پرسنل و تأسیساتش به جمهوری اسلامی هشدار داد همکارم حسین تاجیک گذاشت پنج روز از حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن حداقل شش نفر از فرماندهان سپاه از جمله محمد رضا زا زاهدی میگذرد و همچنان اپام های زیادی در باره پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی و کیفیت این پاسخ به اسرائیل وجود دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 17 فروردین به CNN گفت ایالات متحده به جمهوری اسلامی هشدار داده که از حمله اسرائیل به دمشق به عنوان بهانه‌ای برای حمله به پرسنل و تأسیسات آمریکایی استفاده نکند. این هشدار آمریکا در پاسخ به پیام دریافتی از جمهوری اسلامی برای سران حکومت در ایران ارسال شده، اما از پیام‌های رد و بدل شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا اطلاع دقیقی در دست نیست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی بعد از حمله اسرائیل به جلسه فرماندهان سپاه قدس در کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق گفته بود که از طریق سفارت سوئیس پیام مهمی را برای آمریکا ارسال کرده است. او ایالات متحده را مسئول حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق اعلام کرد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی هم جمعه 17 فروردین در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی در پیام مکتوب به آمریکا هشدار داد در دام نتانیاهو نیفتد کنار بکش تا ضربه نخوری در پاسخ آمریکا از ایران درخواست کرد که اهداف آمریکایی را نزند منابع آمریکایی میگویند ایالات متحده در حالت آماده باش بالا قرار دارد و برای پاسخ به حمله احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است حمله که میتواند در یک هفته آینده انجام شود و دارایی های اسرائیل یا آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد برخی از منابع اسرائیلی به ویژه کانال دوازده اسرائیل معتقدند جمهوری اسلامی ممکن است حمله به کنسولگریش در دمشق را با پرتاب مستقیم موشک از خاک ایران پاسخ دهد تکرار عدم پاسخ همسط جمهوری اسلامی در برابر سریال کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه و چهره های مرتبط با برنامه اتمیش در داخل و خارج کشور شرایط عجیبی برای حاکمیت در مقابل حامیانش رقم زده از طرفی با تکرار حملات اسرائیل به چهره های ارشد سپاه در منطقه قدرت بازدارندگی ادعایی سران جمهوری اسلامی به شدت زیر سوال رفته و از طرفی پاسخ دادن به این حملات در شرایط بحران زده منطقه ممکن است تنش‌های بین اسرائیل و جمهوری اسلامی را به بالاترین سطح و شرایط غیرقابل کنترل در منطقه برساند. باید منتظر ماند و دید که آیا همچنان تصمیمات در دفتر علی خامنه‌ای در پاسخ به حملات اسرائیل بر پاشنه لفاظی های بیعمل و نرمش قهرمانانه میچرخد که این روزها دستمایه تنز کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفته یا این بار واکنشی متفاوت در راه خواهد بود که ممکن است بر پیچیدگی شرایط بحرانی منطقه بیافزاید حسین تاجیک خبر کانال یک اتفاقاتی که در دو دهه اخیر در بازار رخ داده کاملا غیر منتظره و در برخی بخش ها همچون ارز و طلا و خود را غیر قابل پذیرش است و آنچه بیش از همه موجب تعجب از سکوت و رفتار مبتنی بر عدم واکنش دولت به این اتفاق هاست. این اینکه بخش اقتصادی دولت و حتی شخص رئیس جمهور هیچ واکنشی در خصوص کاهش التهاب بازار ارز و طلا ندارند و به تماشاگری عادی مبدل شدند اندکی تحمل برانگیز است و همین امر موجب می شود تا شاید آرام آرام به یک باور در ناخداگاه جامعه تبدیل شود و ناخواسته این فکر تقویت شود که دولت هم به دنبال فروش ارز حاصل از فروش نفت با قیمت بالاتر است و به همین خاطر هیچ اقدام پیشگیرانه انجام نمی دهد. همکارم مانا توضیح داد. آنچه مسلم است دولت به معنای عام و متولیان اقتصادی دولت به معنای خاص مسئولیت مستقیم در این بخش دارند و نمیتوانند همانند یک شهروند عادی بهانه قافلگیری از رشد افسار گسیخته ی قیمت ها را داشته باشند با این اصاف به نظر میرسد انفعال دولت به رشد قیمت ارز و طلا تنها یک نتیجه قطعی دارد و آن هم افزایش هزینه ها در داخل کشور است چرا که همواره شاهد این اتفاق تلخ بوده و هستیم که خواسته و یا ناخواسته حتی بخش کاملا بی ارتباط به حوزه ارز با افزایش قیمت ارز تحت تاثیر قرار گرفته و رشد نامتعارفی داشته و دارند و آنچه مسلم است اگر تیم اقتصادی دولت در هفته جاری چاره اساسی برای کنترل و کاهش قیمت ارز نداشته باشد و دامنه موج گرانی ها از حوزه ارز به دیگر بخش ها منتقل شود در آینده ای نه چندان دور شاهد سونامی گرانی ها در تمام حوزه ها خواهیم بود و آن موقع حتی اگر قیمت ارز به نصف هم تقلیل یابد دیگر نمیتوان انتظار بازگشت قیمت ها را داشت در سالی که قرار است دولت زمینه و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد را فراهم کند اگر از همین ابتدای سال نتواند با رفتار خود نه در شعار این اطمینان را در مردم ایجاد کند که مخالف گرانی به صورت کلی و مخالف جدی نامتعارف قیمت ارز به طور خاص است بی تردید هیچ توفیقی در مشارکت دادن مردم در تولید و اقتصاد نخواهد داشت چرا که اولین لازمه شراکت اطمینان است و متاسفانه این روزها دولت رئیسی با سکوت معنادار خود در برابر جولان قیمت ارز طلا و خودرو و بخش های خورده دیگر در حال از دست دادن اندک اطمینان قبلی مردم است و اگر به دنبال مشارکتی بزرگ است باید هم پای مردم به جنگ قیمت ها بیاید سید با تور محاصره یا همان سید شبچراغی یا پرساین اتفاق تازه نیست و تا چند سال پیش فقط برای سید ماهی ساردین و متماهیان و بیشتر در شب انجام می شد. اما حالا سیادانی که با این روش سید کار می کنند همه آبزیان در دسترس را در حجمی بسیار وسیع سید می کنند و با ارزشترین آنها را می فروشند. سید محاصره با سه روش و به کمک چند قایق شناورهای بزرگ و تورهای بزرگ انجام می شود و می تواند تا یک تن ماهی را هم سید کند. در طول دو سال گذشته سید های جزیره کیش، لاوان، هندورابی و غیره با همین روش سید از آب زیان خالی شده. طبعات سید شبچراغی بارها از سوی کنشگران محلی و محیط زیست هشدار داده شده است. سازمان شیلات سالهاست که استفاده از سید با تورهای معاصره را ممنوع اعلام کرده و آن را فقط برای ساردین و متمایه ها مجاز می داند. سازمان شیلات و دریابانی همواره از سوی سیادان مورد انتقادند که چرا با وجود در نظر گرفتن مجازات و وضع قانون برای آن هیچ اقدامی برایش انجام نمی دهند. تجربه سیادان نشان می دهد که تا امروز نه مجازات ها بازدارنده بوده نه کسی این وضعیت را کنترل می کند. بنا به قوانین محلی که میان سیادان باب است تورهای محاصره باید در منطقه به آب انداخته شود که تا کیلومترها دورتر از آن شهر و بندر دیگری نباشد نه در منطقه مانند خلیج فارس که هر 20 تا 30 کیلومتر یک روستا یا بندر و هزاران سیاد وجود دارد که شغلشان تنها سیادی است همه کشورهای عربی اطراف خلیج فارس هم این موضوع را رعایت می کنند و تنها در ایران است که از این تورها استفاده می شود. سید در فصل تخم ریزی مایه ها محدود می شود اما تورهای محاصره ای در این ماه ها هم پن هستند و سهم 500 تا 700 سیاد جزیره را با خود می برند. واکنش سیادان محلی به این مسئله آنقدر گسترده بود که دادستانی هرمزگان ریز به این ماجرا ورود کرد عارف اکبری مدتی پیش در دیدار مدیر کل شیلات هرمزگان و جمعی از نمایندگان جامعه سیادی استان گفت دادستانی از هیچ حمایتی در راستای برخورد با سید غیرمجاز مجاز دریغ نمی کند و قرار شد برخورد شدید و قاطع با عوامل سید غیرمجاز به ویژه شبچراغی در دستور کار قرار گیرد. سیادان معترض نمی دانند چه کسی از سیادان متخلف حمایت می کند که با هر بار اعتراض قایقهایشان آتش می گیرد. با اینکه سیادان جزیره کیش از افزایش سید در سالهای اخیر خبر می دهند اما علی حاجیزاده مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی سیادی و هرمزیان می گوید مجازات های در نظر گرفته شده برای این تخلف بازدارنده بوده و توانسته از رشد آن جلوگیری کند با وجود اعلام مسئولان مربوطه درباره شایع بودن فروش کارت سوخت های شخصی آنطور که به نظر می رسد شاهد اعلام قیمت های عجیب و غریب در فضای مجازی هستیم. بر اساس آگهی های در شده در فضای مجازی اعلام شد که قیمت فروش کارت سوخت از حدود یک میلیون تومان شروع و تا حدود 20 میلیون تومان هم می رسد. نکته جالب اینجاست که آگهی های فروش کارت سوخت به صورت مداوم در حال افزایش بوده و شاهد قیمت گذاری های عجیب و غریب تا حدود 60 میلیون تومان هم هستیم. در کنار این آگهی تبلیغات مختلفی هم در خصوص فروش پمپ بنزین منتشر شده به عنوان مثال یک جایگاه سوخت در تهران با هزار متر زمین به قیمت 220 میلیارد تومان آگهی شده است. پس از اعلام خبر اجباری شدن سوختگیری با کارت سوخت شخصی از ده روز آینده در کنار خبر فروش کارت سوخت شخصی آگهی های عجیبی در سطح شبکه های اجتماعی منتشر شد که واکنش مسئولان و رسانه های مختلف داخلی و خارجی را در پی داشت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با ایسنا گفت اعداد و ارقامی که برای کارت های سوخت مطرح می شود واقعیت ندارد و اصلا منطقی نیست که شخصی بخواهد تا 20 میلیون تومان برای کارت سوخت هزینه کند و افزود در کارت های شخصی 160 لیتر سهمیه وجود دارد ارزش این میزان بنزین به 20 میلیون تومان هم نمیرسد بنابراین چنین موضوعی منطقی نیست و زمانی که کارت آزاد جایگاه وجود دارد و مردم در صورت نداشتن کارت شخصی به صورت اضطراری میتوانند سوخت دریافت کنند و لزومی ندارد که شخصی اقدام به خرید کارت سوخت کند در حال این سخنان مطرح می شود که شاهد هستیم مواردی همچون فروش جایگاه سوخت با 6 هزار متر بنا به قیمت 200 میلیارد تومان هستیم جالب اینجاست که در این تبلیغات میزان فروش روزانه 90 هزار لیتر و کارمزد 800 میلیون تومانی اعلام شده است. جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرورده های نفتی در واکنش به این شایعات توضیح داد در حال حاضر مردم باید از کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و فعلا به هر دلیل کارت خود را همراه نداشته باشند می توانند از کارت اضطراری استفاده کنند اما با توجه به کوتاه شدن صدور کارت ما محدودیت استفاده از کارت جایگاه را افزایش خواهیم داد طبق آخرین اطلاعات حدود سی میلیون کارت سوخت فعال در کشور داریم همچنین بالغ بر دویست هزار کارت سوخت در باجه های معطل اداره پست وجود دارد با توجه به هزینه صدور کارت سوخت در سال 1403 و جنجال خبر سوختگیری با کارت شخصی می توان گفت که شاهد یک درآمدزایی جدید برای دولت هستیم هیرش سعیدیان روزنامهنگار اقتصادی در واکنش به این خبر در صفحه ایکس خود نوشته است که هفت میلیون موتورسیکلت و صدها هزار خودروی قدیمی فاقد کارت سوخت هستند این طرح اعلان جنگ به فقراست هزینه یارانه سوخت بیش از 80 میلیارد دلار است دولت علاقمند است از هان عموم را برای گرانی بنزین آماده کند چون این استنبات می شود که دولت با انتشار این اخبار در کنار اعلام زربال عجل ده روزه وزیر نفت برای تهیه کارت سوخت شخصی و جمعوری کارت سوخت جایگاه ها مقدمه برای گران کردن بنزین در سال جاری است و حتی ممکن است علاوه بر گرانتر کردن بنزین استفاده از کارت سوخت شخصی بخشی از برنامه بزرگتر جمهوری اسلامی برای اجرای سیستم کنترل اجتماعی شهروندان باشد سیستمی که اکنون حزب کمونیست چین در شهرهای مختلف چین اجرا می کند تا بتواند کوچکترین حرکات شهروندان این کشور را تحت نظر بگیرد اتحادیه اروپا روز جمعه 17 فروردین 1403 شرکت فناوری اینترنتی ابر آروان یکی از بازوهای تسهیل فیلترینگ و سانسور برای جمهوری اسلامی را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. شرکت ابراروان به سراحت موارد مطرح شده علیه خود در خصوص نقش داشتن در قطع محدودیت و فیلترینگ اینترنت ایران را رد می‌کند و مدعی است که امکان مداخله در اینترنت ایران را ندارد. اما شمار زیادی از کارشناسان حوزه اینترنت در ایران و خارج از ایران میگویند که این شرکت نقش خود را در تأمین زیرساخت های اینترنت ملی به شکلی وارونه جلب می دهد. کارشناسان و منتقدین ضمن ابراز نگرانی از این اقدام اتحادیه اروپا میگویند برداشته شدن این تحریم علاوه بر امکان تراکنش های قانونی به ابراروان در سراسر اتحادیه اروپا فرصت افزایش همکاری این شرکت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی با هدف تقویت دستگاه سرکوب رژیم را نیز فراهم می کند. بر اساس خبرهایی که پیرامون رفع تحریم ابراروان در فضای مجازی و برخی خبرگزاری ها منتشر شده، تصمیم اتحادیه اروپا با تکیه بر ادعاهای حامیان ابراروان در خارج از کشور در مورد نقش مهم این شرکت در دسترسی میلیونها شهروند ایرانی به اینترنت رایگان در جریان اعتراضات سراسری سالهای 2022 تا 2023 اتخاذ شده است. شرکت ابراروان در سال 1394 در ایران آغاز به کار کرد. شهرت این شرکت در همکاری با دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و قطع دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت به اعتراضات سراسری آبان 98 در ایران باز میگردد که جمهوری اسلامی به پشتوانه شرکت‌های مثل ابراروان توانست اینترنت را برای روزهای متوالی در سراسر کشور قطع کند. اتحادیه اروپا در 23 آبان 1401 در واکنش به سرکوب خشونت آمیز معترضان به قتل محسا امینی و نقش شرکت ابراروان در سانسور اینترنت این شرکت را تحریم کرده بود. ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا نیز از عمد دولت‌های تحریم کننده شرکت ابراروان هستند. خارج شدن ابراروان از لیست تحریم اتحادیه اروپا خبر از لابی گسترده جمهوری اسلامی در قالب تیم‌های حقوقی می‌دهد و بار دیگر این مسئله اساسی را برای شهروندان ایرانی به ویژه اپوزیسیون حقیقی جمهوری اسلامی عیان می‌کند که ادعای همراهی کارگزاران دولت‌های غربی با اعتراضات و خیزش ملی در ایران برای گزار از جمهوری اسلامی بیشتر به نمایشی رسانه‌ای و فصلی شباهت دارد تا واکنشی اصولی و ادامه‌دار حسین تاجیک خبر کانال یک انجمن پزشکان عمومی طی بیانیه‌ای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال 1403 اعلام کرد. در این بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال 1403 هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از 15 سال سابقه کار نیز معادل هزار تومان در نظر گرفته شده است. تشریح این خبر با خبرنگار کانال 1 انجمن پزشکان عمومی طی بیانیه این نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال 1403 اعلام کرد. در این بیانیه تعرفه ویزیت پزشکان عمومی که بنا به درخواست شورای عالی نظام پزشکی کشور 394 هزار تومان در نظر گرفته شده است به 250 هزار تومان رسید. انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از بیتوجهی کارگزاران به قواعد تعرف گذاری متذکر شده است واکاوی نحوه تعیین تعرفه های خدمات پزشکی نشان از بیتوجهی کارگزاران به قواعد تعرف گذاری و واقعیت های اقتصادی حوزه سلامت دارد این در حالی است که تاباوری اقتصادی جامعه پزشکی و مؤسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال های غیر مرتبط و به طبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است. در ادامه این بیانیه آمده است موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کند و این امر پیامدهای منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می آید. بر اساس اعلام این بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال 1403 250 هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از 15 سال سابقه کار نیز معادل 280 هزار تومان در نظر گرفته شده است حالان که بنا به بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی را 394 هزار تومان قیمت گذاری کرده بود. بزرگترین و با اهمیت ترین پرونده فساد مالی از بعد و تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون پرونده شماره 137 شعبه 1059 تهران است که متهم آن علی انصاری است. در جریان بررسی این فساد با فشار حامیان علی انصاری تمام جلسات این دادگاه به صورت محرمانه برگزار گردیده تا عمق فاجعه و ابعاد اقتصادی بزرگترین دوزی تاریخ ایران از مردم پنهان بماند در تازه ترین رویداد اما شاهد هستیم که امامه به سرهای حکومتی برای لغو حکم محکومیت علی انصاری در پرونده 137 شعبه 1059 تهران و عدم بازگشت اموال دوزی به بیت المال در حال دست و پا زدن هستند. آخوندهای حکومتی نامه‌ای منتشر کردند که در بخشی از آن آمده اگرچه جرم اخلال کلان اقتصادی و اختلاس آقای علی انصاری اثبات گردیده لکن ایشان از ما هستند. لذا لغو حکم محکومیت ایشان به مسلحت نظام و روحانیت است گفتنی سر تاریخ 11 بهمن ماه 1401 حکم محکومیت علی انصاری به محابره و افساد فلعرز به دلیل اخلاع در نظام اقتصادی و بانکی و کسب مال نامش صادر شده و از آن تاریخ تا کنون نه تنها جلو اجرای این حکم و بازگشت اموال بیت المال گرفته شده بلکه دستهایی در صدد لغو این حکم و تبرئه ابر مفسد اقتصادی ایران هستند جامعه شناسان میگویند نابرابری های جنسیتی در نظام آموزشی و ترویج و توجیه آن در کتاب های درسی را می توان یکی از اشکال خشونت نمادین علیه زنان و دختران به شمار آورد. مفهوم خشونت نمادین در جامعه شناسی بیشتر به شکلی از خشونت غیر فیزیکی گفته می شود که در آن فرد قربانی بیعدالتی و یا تبعیض ناشی از قوانین هنجارها و یا عملکرد ساختارهای اجتماعی است یک پژوهش گسترده روی کتابهای درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی گذشته نشان میدهد تنها 32 درصد از دروس کل کتابهای این دوره اثری از مذهب نیست خبرنگار کانال یک به شرح موضوع پردازد. الگوی متناسب با چارچوب جمهوری اسلامی باید از میان شخصیت های مذهبی انتخاب شود که هیچ کدام در حوزه های علمی هنری و فرهنگی نیستند تبلیغات چهل و چهار ساله نیز جز این نمیگوید بر اساس پژوهش سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه که با همکاری گروه زمیمه انجام داده و نتیجه آن در روز جمعه هفدهم فروردین رونمایی شد از 2701 تصویر کتابهای درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی گذشته فقط 11 در متعلق به زنان است ضمن آنکه این زنان نیست خواهیت مستقل ندارند بلکه به عنوان همسر، مادر، خواهر یا دختر یک مرد مذهبی شانس ورود به کتابها را پیدا کردند. آسیه، مریم مقدس، خدیجه، فاطمه، زهرا، مادر موسا، نرگس و یا زینب از آن جملند. همچنین در کتابهای دوره ابتدایی تصویر 518 فرد تصویر شده که 66 درصد آن سهم گروه های سیاسی مذهبی معاصر، شخصیت های اسلام و ادیان دیگر است. روح الله خمینی، علی خامنه ای، پیامبران، خانواده های آنها و امامان، ابوذر بلال، آسیه و حلیمه از آن جمله اند مشاهیر ادبی فرهنگی هنرمندان و دانشمندان سهمشان تنها یک پنجم است از جمله شخصیت های معاصری که امکان ورود به کتاب های درسی را پیدا کردند می توان از شهدای جنگ دانشمندان هسته کشته شده و مسئولان سیاسی یاد کرد تبعیض جنسیتی در انتشار زندگی نام نیز مشهود است از 25 زندگی نامه منتشر شده افراد مشهور تنها ریحانه خارزمی شانس معرفی داشته است رئیس سابق مرکز پجوهش های تامین اجتماعی روایت تلخی از گسترش فقر در ایران ارائه داده و گفته که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی جمعیت زیر خط فقر دو برابر و شاغلین زیر خط فقر پنج برابر شدند روزبه کردونی به خبرگزاری ایلنا گفته که در میان کارگران شاهد شیوع اعتیاد و ایدز هستیم که مطالعات در این حوزه مقطعی بود و تداوم نیافت به گفته این مقام سابق وزارت کار طی یک دهه اخیر با روندهای اجتماعی و اقتصادی پیش آمده آسیبهای اجتماعی در بخش کارگری جامعه بیشتر از قبل به سمت وخامت حرکت کرده کردونی به مطالعات صورت گرفته پیرامون فقر نیز اشاره کرده و گفته است که بین سال 98 تا 1400 در دوره کرونا جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور از 15 درصد به 30 درصد افزایش یافت و در واقع تعداد افراد زیر خط فقر ما در مدت کمتر از 4 سال به دو برابر افزایش پیدا کرد. به گفته این مقام سابق وزارت کار جمعیت زیر خط فقر مطلق کل در ایران دو برابر شده اما آمار جداگانی که از فقر افراد دارای پوشش بیمه اجتماعی و شاغل به دست آمد نشان میداد که جمعیت افراد زیر خط فقر مطلق شاغلین پنج برابر شده است. این اظهارات نشان میدهد که تا بیش از این فرق در دایره افراد بیکار بود اما در حال حاضر آنهایی که کار هم می کنند وارد دایره فرق شدند شهر لکلکها، الگوی زیبا از خود سازماندهی محیط زیستی مردمی و انجامن های زیست است که در سالهای اخیر در شهرهای مختلف کردستان به ویژه مریوان به راه افتاده است مردمان این منطقه به صورت خودجوش به حفاظت از گونه های مختلف جانداران پرداخته و تلاش دارند تا در غیبت دولت و در فقدان امکانات نهادی داوطلبانه و دلسوزانه زیست را محافظت کنند از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به ساختن زیست بومی مناسب برای لکلک لک های مهاجر اشاره کرد اقدامی که باعث شد تا بیش از 800 قطعه لکلک لک در روستاهای شهرستان مریوان لانه گزینی کنند در حال حاضر کلونی روستای بیلو با 220 جفت بیشترین تعداد را دارد و بعد از آن کلونی روستای با با 120 جفت و کلونی روستای قلقله نیز با 45 جفت از کلونی های شاخص هستند که با حمایت های مردم بومی به مکانی امن برای زندگی لکلک لک ها تبدیل شده است. لک لک سفید یا نام کردیان حجی لقلق لق محبوب ترین پرنده مریوان است و روی لانه هایی که به دستان این مردم طبیعت دوست درست شده در کمال آرامش مشغول بزرگ کردن جوجه هایشان هستند این پرنده 102 سانتی طول دارد و در زمره بزرگترین پرندگان کنار آبزیست است آنها به صورت گله ای کرده و از دوزیستان، حشرات، نرمتنان و خزندگان تغذیه می کنند و روی درختان، دکل برق و گاهی روی بام لانه می سازند. لکلک لک ها معمولا دارای سن متوسط 20 سال بوده و در سه سالگی به بلوغ رسیده و بسته به شرایط تغذیه سالانه از یک تا پنج جوجه به دنیا می این نوع از پرنده های سفید در مسیر مهاجرت زمستانی خود هزاران کیلومتر را پرواز می کنند تا بر آشانه گرمی که مردمان روستاهای اطراف زیروار آن را ساختند بنشینند و تا اواخر پاییز مهمان آن منطقه باشند. مردمان این روستاها در آستانه فصل بهار بازگشت لکلک لک ها را با برگزاری مراسم جشن و پایکوبی خوش آمد میگویند. تداوم دوستی مردم این منطقه و همزیستی آنها با پرنده ها ظرفیت بالقوه را برای توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان به وجود آورده. روستاهای حاشیه دریاچه زریوار مریوان از یک طرف به خاطر وجود جنگل های بلود و از طرف دیگر به خاطر نزدیکی این دریاچه آب شیرین این روزها میزبان صدها قطعه لکلک ماجر هستند که به منظور لانه و جوجه آوری وارد این منطقه شده و عالی روستاها با مهربانی با این مهمانان بهاری رفتار می البته ورود این مهمانان بهاری به این منطقه قصه تازه نیست و اهالی روستاهای حاشی زیریوار از گذشته شاهد ماجرت لکلک لک ها به این منطقه بوده و لکلک لک ها را نماد صلح و خوش اقبالی می دانند. نکته قابل تعمل این است که برخی از اهالی این روستاها هر سال پیش از برگشتن لکلک لک ها بر روی مکان های بلند و حتی نصب تیرهای فلزی مخصوصی شرایط را برای درست کردن لانه مهیا می کنند و مردم با آنها انس و نزدیکی دارند و می توان گفت همزیستی با این پرنده زیبا و مراقبت از آنها به فرهنگ مردمان این منطقه تبدیل شده است گردشگرانی هم که به مریوان میآیند برای دیدن لکلک لک ها به روستاهای اطراف دریاچه زریوار می روند تا از نزدیک این منظره طبیعی و بکر را ببینند سری می زنیم به دنیای ورزش با همکارم علی رضا. پویا سر سرمربی ایرانی سوئدی تیم فوتبال از شمال از سوی لیگ ستارگان قطر به عنوان بهترین مربی ماهای فوریه و مارس 2024 معرفی شد بنابر اعلام صفحه رسمی لیگ ستارگان قطر از شمال که در رتبه های پایین جدول قرار داشت در هفته های اخیر موفق شده است با کسب امتیازات لازم از انتهای جدول رده فاصله بگیرد و در شرایطی که یکی از گزینه های سقوط محسوب می شد اکنون رده هفتم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است از شمال با هدایت مربی 38 ساله ای ایرانی سوئدی خود توانست در دو ماه اخیر مقابل تیم‌های امصلال المرخیه و الاهلی به پیروزی برسد نتایج خوب اسبقی روی نیمکت از شمال و دگرگون شدن وضعیت این تیم سبب شده تا او به عنوان بهترین مربی ماهای فوریه و مارس انتخاب شود اسبقی سابقه هدایت تیم ملی زیر 21 سال سوئد را نیز در کارنامه دارد یگانه کرمانی نماینده بدمینتون زنان ایران در بازی های آسیایی هانگژو به رغم برخورداری از سهمیه به مسابقات 450 هزار دلاری قهرمانی آسیا اعزام نمی شود. این رقابت ها از بیستم فروردین در چین برگزار خواهد شد. فدراسیون بدمینتون به ریاست محمد رضا پوریا در بازی های آسیایی نیز قصد اعزام او را نداشت و سهمیه را به علی حیاتی در رده مردان اختصاص داد که با پیگیری کمیته المپیک سهمیه خانم کرمانی به او برگردانده شد حالا در حالی که قهرمان اصفهانی سهمیه قهرمانی آسیا را به دست آورده فدراسیون قصد اعزام کرمانی را ندارد او به ورزش گفت فدراسیون میگوید فقط تیم دو نفره را میفرستیم درخواست کردم با هزینه شخصی اعزام شوم تا از سهمی هم استفاده کنم اما در عین ناباوری مخالفت کردند به باور خانم کرمانی این تصمیم فدراسیون اقدام تلافی جویانه است چون به گفته او هنگام دفاع از سهمیش برای اعزام به هانگشو پایش را از گلیمش درازتر کرده و در برابر فدراسیون اهل چشم گفتن نبوده است آغاز مسابقات فوتچل در گیلان با حضور تماشاگران زن فوتشل یا فوتبال در گلولای و شالیزار است که همه ساله با شروع فصل کشاورزی در برخی شهرهای گیلان برگزار می شود. چل در زبان گیلکی به معنای گل آمیخته شده با آب است. با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودی در پایان این برنامه همراه نگاه دوربین شما بینندگان عزیز می شویم گزارش های خودتون رو می توانید از طریق واتساپ به شماره ای که در تصویر مشاهده می کنید برای ما ارسال کنید ما را از طریق یوتیوب شهرام هومیون اینستاگرام چنل وان وی و فرکانس یاسات و یوتسات مشاهده و دنبال کنید تا درودی دیگر بدرود آقا من داخل چادرم بیا من تو چادرم من داخل چادرم بشین آقا باش چیکار من داری ها چیکار داری ها تو خلا گله حسو یا قوایف اصیل یا قوایف تی تی شوف. تایر. 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 با این آقای مصطفی ریگی است یک روز بیمارستان خاتم به خاطر نداشتن پول تخت بستری و گروگان گرفته شده اینا لطفاً پخش کنید Thank you. Thank you.